اسماعیل نواب صفا، نویسنده، محقق، شاعر و ترانه‌سرا در 29 اسفند 1303 در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در کرمانشاه سپری و پس از چندی به همراه خانواده به گرگان و بعد به تهران رفتند. و اولین شعرش را در سال 1323 در روزنامه توفیق به چاپ رساند. از آن پس به دعوت ابوالقاسم حالت به عضویت هیئت تحریریه روزنامه توفیق درآمد و پس از چندی ستون مخصوصی با امضای مستعار مرشد صفا باز کرد. اسماعیل نواب صفا در سال 1326 با اسماعیل مهرتاش و سپس حسین علی مستعان که در آن روزها ریاست رادیو را بر عهده داشت آشنا شد. این آشنایی کار او را به رادیو کشاند. او همکاری خود را با رادیو تهران آغاز و به عضویت و دبیری شورای نویسندگان رادیو درآمد. او همچنین برای تماشاخانه‌های تهران پیش‌پرده می‌ساخت و گاهی نیز در مجله‌هایی مثل تهران مصور اشعاری سیاسی با امضای مولانا صفا به چاپ می‌رساند. همکاری او با مجید وفادار از همین زمان شروع شد و برای آهنگ‌های او حدود 12 ترانه را نوشت. آشنایی نواب صفا با مهدی خالقی در منزل مجید وفادار صورت گرفت و حدود 16 ترانه از همکاری این دو نفر به جا مانده است. نواب صفا با هنرمندانی چون مرتضی محجوبی، علی تجویدی، حسین یاحقی، ابوالحسن صبا، تاج اصفهانی، جلیل شهناز، حسن کسایی، جواد بدیع‌زاده، داریوش رفیعی، دلکش، الهه، مهستی، هایده، ایرج، اکبر گلپایگانی و بسیاری دیگر همکاری داشته است. نواب صفا در سالهای بعد از انقلاب و تا پایان عمر به تحقیق و نویسندگی مشغول بود. او مجموعه کتابهای قصه شمع را که شرح خاطرات هنری خود اوست در این زمان نوشت. اسماعیل نواب صفا سرانجام پس از سالها نغمه سرایی در روز 19 فروردین 1384 چشم از جهان فرو بست. موسیقی